سوداگران مرگ مردمی هستند که با خرید و فروش مواد مخدره زندگی نسل کنونی را تهدید می کنند. بنادر و نقاط دیگری که کشور را به خارج مربوط می سازد، اولین محل تلاش و تکاپوی آنان است و سپس ایادی تبهکارشان با حیله های گوناگون این کالای خطرناک را به شهرهای مختلف می رسانند. آنها برای پیش بردن مقاصد پلید خویش به هر جنایتی دست می زنند. مأمورین انتظامی با این قبیل تبهکاران کینه آشتی ناپذیر دارند و تا سرحد جان برای نابودی آنان کوشش می کنند و ماجراهای این فیلم مبارزه است بین مأمورین انتظامی با سوداگران مرگ. Thank you.
قاچاقچی بود و حتما قاچاقچی بود. بفرمایید آقا، بفرمایید متفرق باشید. خواهش می‌کنم بفرمایید، بفرمایید آقا. آقا متفرق باشید، بفرمایید. بفرمایید کنار آقا. بیا بالا. تمام اسکله رو مراقبت کنید. باید معلوم بشه به چه وسیله وارد بندر شده. نگهبانای سالی هم اضافه کنید. بفرمایید. چش جان سفر. بالاخره نگفتین راجع به اتفاق امروز چه تصمیمی گرفتین؟ هنوز که تصمیمی نگرفتم ولی روی این موضوع خیلی فکر کردم. با تحقیقات مفصلی که کردم بالاخره به این نتیجه رسیدم که موضوع به این سادگی هم که ما فکر میکنیم نیست، بلکه خیلی مهمتره. من خیال میکنم ریشه اصلی این باند در تهرانه و شخصی که با این جسارت به این عمل دست میزنه توسط یک باند مجهزی حمایت میشه و تشکیلات مفصلی داره. شما فکر میکنید که این شخص میتونه از این منطقه خارج بشه؟ البته ممکنه خارج بشه، ولی این مواد رو به وسایل دیگری به تهران میفرسته و افراد مختلفی در رسوندن این اجناس به او کمک میکنن. معمولا نقاط مرزی و بنادر که لنگرگاه کشتی‌های بزرگ تجارتی است، مرکز این اتفاقات و حوادث. از وقتی که من مأمور گمرک جنوب شدم، با این اتفاقات روبرو بودم و خوب میدونم که این اشخاص تا چه حد خطرناکن. اونها برای پیش بردن مقاصدشون از هیچ جنایتی روگردون نیست. ورود و خروج اشخاص مختلف هم کار ما رو تا اندازه‌ای مشکل کرد. معمولا اونها در این مناطق یک تشکیلات کوچکی دارن که زیر نظر باند بزرگ فعالیت میکنه. من با اداره مواد مخدر تهران در تماس هستم و جریان امروز هم گزارش کردم و امیدوارم که مرکز اونها رو در اینجا کشف کنم و البته اگر لازم باشه به تهران هم خواهم رفت. حاضر نیستم دیگه به این کار را ادامه بدم. تو خودتو، سلامتی تو، همه چیزتو از دست دادی. من نمیخوام این کارو بکنم. عزیزم گوش کن چی میگم. من ناچارم به دستور اونا رفتار کنم. تو که میدونی یه آدم فلج و معتاد مثل من چه کاری از دستش برمیاد. مثل اینکه اومد بالاخره آوردمش. این باید به تهران برسه. مواظب باش، 500,000 تومنه. خیلی زحمت کشیدم، مجبور شدم تیراندازیم بکنم.
من دیگه حاضر نیستم مثل یه قاچاقچی با شما همکاری بکنم. به هیچ وجه. خواهش میکنم ساکت باش عزیزم. این دفعه هم به خاطر من قبول کن. پلیس منو میشناسه. منم به هیچ وجه نمیتونم چیزی با خودم ببرم. ولی تو هنوز برای دستگاه انتظامی ناشناس هستی. و این کار حتما باید به وسیله تو انجام بگیره. من با هواپیما میرم. برای تو بلیط ترن گرفتم. همین امروز حرکت میکنی. سر و وضعت مرتب میکنی که پلیس بهت مظنون نشه. میفهمی؟ من نمیتونم. من وجدانم ناراحته. من نمیتونم شریک این جنایت های شما باشم. شما از جون ما چی میخواید؟ چرا نمیذارید زندگی کنیم؟ چرا ولمون نمیکنید؟ اگه به زنده موندن شوهرت علاقمندی باید دستورات رئیس انجام بدی. سرپیچی از دستورات رئیس برای تو و شوهرت گرون تموم میشه. میفهمی؟ بسیار. اون به من قول داده که قبول بکنه. شما به تهران برید و به رئیس بگید مطابق دستورات اون رفتار میشه. خیالتون از هر جهت کاملا راحت باشه. من تو ایستگاه تهران منتظرت میشم. مواظب باش که نظر پلیس جلب نکنی. اگه احیانا اتفاقی افتاد باید کاملا مواظب باشی. نباید کوچکترین حرفی به پلیس بزنی. من رفتم. خیال کردم با ازدواج با تو خوشبخت میشم، اما تو همیشه گولم زدی، همیشه فریبم زدی. آره عزیزم، میدونم که تو پاک و بیگناه هستی. من لیاقت تو رو ندارم، اما چی کار کنم؟ من یه آدم بیچاره و معتادی هستم که قدرت هیچ کاری رو ندارم. من دیگه به درد اونا نمیخورم. من دیگه قابل استفاده نیستم. منو از بین میبرن. میترسم از همه چیز، از فکر و خیال، از وجدانی که دائما منو سرزنش میکنه، از نفرین و آه و ناله‌ای که گوشمو آزار میده. من کفاره گناهانم رو پس میدم. این صدای جوانای معصومیه که با دست من و به وسیله من معتاد شد. این فریاد خونواده هایی که با این بلای خانمانسوز متلاشی و در به در شدن. این افکار ناراحت کننده منو رنج میده. من احتیاج به کمک دارم. به من کمک کن. تو باید به خاطر من، به خاطر من قبول بکنی. عزیزم ما باید خوشبخت بشیم. این آخرین دفعه است. مطمئن باش عزیزم. تو تمام احساسات و عواطف خودتو از دست دادی. منو به جنایت خودفروشی وادار میکنی. اون از یه قاچاقچی به نام عبدالله که در اسکله شما رو دو باربری میکنه کمک گرفته. به طور حد از همینجا فرار کرده. نگهبان زخمی رو فرستادیم بیمارستان. خیلی متشکرم. به تحقیقاتون ادامه بدین، نتیجه رو به من گزارش بدید. متشکرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بهتر. چرا کمکش کردی؟ کی بوده؟ جناب سرمان به خدا من کسی رو نمیشتم. چرا؟ جناب سرمان به خدا من بی تقصیرم. جلو زود باش. برو. ببرش. بنده امروز حرکت میکنم، نتیجه رم گزارش میدم قربان. امیدوارم موفق بشی. چی شد؟ اقرار کرد؟ بله، مرکزشون خیابان شمالی شماره 107. شماره 107؟ خیلی خب، من الان میرم اونجا. خداحافظ. متشکرم.
ببخشید. بهزاد، من الان خونه شماره 107 هستم. متاسفانه شخصی که میتونست اطلاعات مهمی به ما بده خودکشی کرده. آره ممکنه کشته باشنش. به هر حال من مجبورم که با پلیس تهران تماس بگیرم و از مرکزم احضار شدم و باید زودتر حرکت بکنم. شاید با قطار همین امروز حرکت بکنم. تو به شهربانی اطلاع بده و نتیجه رو برای من گزارش بگو. فراموش نکن موضوع خیلی مهمه. خداحافظ. زود حرکت کن بریم. خیلی متشکرم. مرسی. ببخشید میتونم اسم شما رو بپرسم؟ چون ما با هم همسفر هستیم بهتره که با همدیگه بیشتر آشنا بشیم. اسم من پرویز، در آبادان تجارت میکنم. اسم منم شیرینه. شیرین؟ خوب اسمی براتون انتخاب کردم. راستی چرا همچین تنها مسافرت میکنید؟ خب حالا مثل این که دیگه تنها نیستم. Thank you.
شما در تهران منزل نداری؟ نه نه، ساکن آبادانم. هر وقتم که برم تهران میرم هتل مرمر. شما چطور؟ من چند روزی رفته بودم پیش خواهرم. آخه میدونید شوهر من چند وقت پیش از پشت بوم پرت شد و مرحوم شد و من برای اینکه این حادثه رو بتونم فراموش کنم چند روز رفتم پیش خواهرم موندم. خیلی متاسفم. انشالله تا حالا فراموش کردید. خب از این اتفاقا برای همه میفته. به هر حال خیلی متاسفم. خیلی متشکرم. شما زن نداری؟ هنوز که نه، ولی خب مشغول جستجو هستم. بالاخره همین روزا باید یه نفر رو پیدا بکنم. بله. چون داره دیر میشه. پس من از حالا بهتون تبریک میگم، چون ممکنه که خب دیگه به زودی. خیلی متشکرم، ولی درم میخواست که والا نمیدونم چی بگم، اما میخواستم شما راجع به زندگی آتی من نظر بدید. ولی این کار ساده ای نیست. راستی شما به من تلفن میکنید؟ نمیدونم. سلام علیکم. سلام خانم. سلام علیکم. خب کارت رو ببینم. خب کامله. بابا دو دارم بده بینیم. تونتر بده دیگه. تو بازی که انقدر حرف نمیزنن که. خیلی خوب حرف نمیزن. ببینم این چی میارم. من خدا پات شیش پات نیستم. خلوص هشت پات. چرا اقعا فکر میکنی؟ بگو دیگه. با شماست چنگیز خان. ما نیستی. بسیار خوب. کارت. مرسی هم. حتما دست داری. بی خودی نمیزنی. اما خیلی دلم میخواد ببینم. ببین بابا. دیدم. سعاس. به. باختی. فول سرباز. با سعاس کارت نمیگیری تو. شماست گفتم نبینم. ما چنگیز خان تو نداریم که. پوله رو. همش بد میگیری. دست کاش رایی خان. بیا اینم دست خوش تو بیم. چنگیز خان باقر اومده. بگو بیاد پایین. خب چیکار کردی؟ نتونستم جنسا رو آب کنم. احمق بیشگو چطور نتونستی؟ چنگیز خان موقعی که خواستم جنسا رو تحویل بدم دو نفر مأمور دنبالم دویدن، مجبور شدم تمام جنسا رو بریزم تو جو. این دفعه دومته. چنگیز ما باید خیلی مواظب به خودمون باشیم. پلیس چهارچشمی ما رو میپاد. این که تقصیری نداره. تو نمیخواد دلسوزی کنی. تو این خونه فقط من دستور میدم. من پول مفت به کسی نمیدم. اگه رئیس بفهمه حساب احمدو نمیرسه. یالا فیروز بلندش کن ببرش پایین. الو بفرمایید. بله من چنگیز هستم. سلام عرض میکنم قربان. گوش کن چنگیز. امروز شیرین با قطار وارد میشه. تو با هیچ میرین ایستگاه راهن کمکش کنید. ایرج تو ایستگاه منتظرتونه. اگه اتفاقی بیفته بهتون خبر میده. این چمدون باید هر چه زودتر به من برسه. خیلی ناراحتم. با هیچ تو گمرک خرمشهر تیراندازی کرده. گویا یکی از مامورین زخمی شده. به هر حال این بسته برای من خیلی گران تموم شده. دقت کنین که برگه‌ای به دست پلیس ندین. اجالتا من گرفتار هستم. بعدا تلفن کن تا بهت دستور بدم. اطاعت میشه قربان. ببینم ماشین داریم؟ آره دم دره. ماهی کجاست؟ بالاست. یالا بریم. ماهی
دیگه بیا بیرون. میخوایم بریم راه زود باش. تو اسلحه با خودت داری؟ بله دارم. بری. مسعود، مواظب تلفن باش. خیلی خوب. سرت با دختره گرم نشه. خیلی خوب. بفرمایید. جناب سرهنگ. جناب سرهنگ سلام عرض میکنه. بفرمایید. بله. بله. بله بله. اطاعت میشه جناب سرهنگ. یه نفر مشکوک تو قطاره، باید برم بازرسی. جلو واگن درجه دو بیستید. تا 5 دقیقه دیگه قطار میرسه. خیلی باید دقت کنید. یه خانمی از آبادان میاد. گویا با خودش اجناس قاچاق داره. توی واگن لوکسه. خیلی مواظب باشید. ممکنه چند نفر همکارم داشته باشه. واگن لوکس باید دقیقاً مراقبت بشه. باید تا حالا اومده باشه. مثل اینکه داره میاد. اونها؟ چنگیز خان، به پلیس راهن خبر دادن شیرین میاد. همه جا رو محاصره کردم. بیا بالا. باید هر طوری خودمون رو به قطار برسونیم. برو. تهران رسیدیم. اجازه بدید چمدونای شما رو پایین بیارم، بعدم برم حساب کافه. خواهش میکنم. متشکرم. الان برمیدیم. تو نجات بده. پلیس ها پایین میتونه چی کار کنم؟ من نمیدونم. یه وقت چند بده همونجا بمونه. خانم خواهش میکنم بدون سر صدا بفرمایید اتاق پلیس. معذرت میخوام، دستور به من دادم. مشخصات شما رو کاملا دادم. مطمئنید که عوضی نگرفتی؟ مطمئنم خانم، بفرمایید. چشم، من در اختیار شما هستم. واقعا جای تاسفه که خانمی مثل شما دست به این کارهای کثیف بزنه.
ملاحظه فرمودید که من چیزی همراهم ندارم. این دفعه هم جنسه را رد کردی ها؟ یه دفعه بهتون گفتم که چیزی با خودم نیاوردم. فعلا که مدرکی نداریم توقیفتون کنیم، ولی تا حالا هیچ مجرمی از دست من خودم خوب میدونم که اگه چیزی ازم بگیرید چه بلایی سرم میارید. نه خانم، مجازه. بفرمید. آه شیرین خانم، حالتون چطوره؟ یادتون رفت؟ من حد زدم، به نظرم خیلی عجله داشتید. گذاشتم پیش متصدی هتل. شما هر وقت مایل باشید میتونید برید بگیرید. بله بله، نمیتونم منتظر باشم چون کار لازمی دارم. امیدوارم منو ببخشید. خواهش میکنم به من تلفن کنید. متشکرم، خداحافظ. چطور شد؟ چمیدون پیش متصدی هتله. گفت هر وقت بریم میتونیم بگیریم. بسیار خوب، برو سوار شو. من باید به رئیس تلفن کنم. زود برو هتل، ببین چطور جاییه. ضمناً همونجا باش تا اونو بیار. بسیار خوب. این چمدون مالی خانمی میان میگیرن. لطفاً به خودشون بگید. چشم. اجازه میفرمایید تلفن کنم؟ مرسی. جناب سرگرد آزاد، من ناصر هستم. همین الان از آبادان اومدم. احتیاج فوری به کمکت دارم. با یه اتومبیل فوراً بی جلو هتل مرور منتظرتم. خداحافظ.
حالت چطوره؟ چی شده؟ خیلی به موقع اومدی، جریان خیلی مفصله. برین تا برداره بگیم. من حاضرم. خیلی بی احتیاطی کرده شیرین. شاید یه رو در چمدونو باز کنه. 400,000 تومان پوله. اگه نتونیم بگیریم رئیس کلک هممونو میکنه. همین الان رئیس تلفن کرد. جریان فهمیده. از دست تو خیلی عصبانی و ناراحته. و این ناراحتی ممکنه برات خیلی گرون تموم بشه. خب ناراحته که ناراحتی. من کار خودم رو انجام دادم. شماها بی احتیاطی کردید. هر چی شما گفتید گوش کردم. هر چی خواستید کردم. نمیدونم دیگه از جون من چی میخواید. روزی 1000 مرتبه خودم رو به خطر میندازم. خودم رو آلوده این کار کردم. تازه آقای رئیس عصبانیه. حق دارن، ایشون نمیتونن ناراحتی ما رو درک کنن. اون پولدار، سرشناسه، در همه جا دست داره. هر وقتم حواس بکنه پا میشه میره اروپا. بعدش هم با 3-4 تا چمدون پر از استفاده برمیگرده. بس دیگه. اگه این حرفا به گوش رئیس برسه ممکنه برات اسباب زحمت بشه. بله قربان. بفرمایید. به این احمقا بگو خیلی احتیاط کنن. سر و وضعشون مرتب باشه. اتومبیلم براتون فرستادم که برین چمدونو بگیرین. خیلی دلم میخواست میفهمیدم این همسفر شیرین کی بوده. 2 نفر فرستادم که دربارش تحقیق کنن. به هر حال کارتون بسیار احمقانه بوده. امیدوارم دیگه تکرار نشه. فیروزات برای اینکه ریشه حقیقی این باند جنایتکار رو کشف کنم مجبور بودم که از این چمدون بگذرم. از وقتی که تو مأمور گمرک جنوب شدی اوضاع خیلی فرق کرده. اینا خیلی تشکیلاتشون قوی شده. باندهای مختلفی در حمل و پخش این مواد خطرناک دست دارن. بیشتر برای این بود که میخواستم تو به تهران بیای. آخه تو از مأمورین خوب ما هستی. اینا توسط شخص به خصوصی راهنمایی میشن. تشکیلات مرتبی هم دارن. من در اهواز آبادان تحقیقات کردم. این موضوعیه که پلیس به شدت تعقیب میکنه و هدف پلیس هم رئیس باند. حتما اتومبیلم دزدیه. ممکنه. دیگه فایده نداره، فرار کردن. راه بنده برای زودتر بریم. آشغالش کمه. جوش شیرین و آسپرینش رو زیادتر کن. خیلی خوب، جمعش کن. چنگیز خان، واهیک اومده. بگو بیاد پایین. چشم. سلام بچه. چی شد؟ چمدون چطور شد؟ من تو هتل نشسته بودم که اومدن چمدونو بردن. پس چطور تا حالا نیومدن؟ برای ردگم کردن مثل همیشه لابد دارن خیابونای تهران دور میزنن. آقا بچه ها اومدم. بگو بیان تو. بفرمایینم چمدون. چرا انقدر طول دادی؟
مثل اینکه تحقیق اون میکردن. رفتیم شمرون و اومدیم. شیرین کجاست؟ رفت بالا. پس بسته ها کجاست؟ حتما چمدون رو عوض کردن. بابا عجب. چمدون همونیه که به شیرین دادم. بسته ها رو از توش در آوردن. یارو که با شیرین بوده ما کلک زده. برو صداش کن بیاد. ممکنه یارو قاچاقچی بوده و با شیرین گاب بندی داشته. در هر صورت باید زودتر تکلیفش معلوم بشه. رئیس منتظر تلفن منه. چه جوابی بهش بدم؟ هرچی هست زیر سر شیرین. از اولش هم حاضر نبود این کارو بکنه. اما من مجبورش میکنم حقیقتو بگه. من آدمی نیستم که کلا سرم بره. تو شکم هر کی باشه میکشم بیرون. چی شده؟ چرا اینطوری منو نگاه میکنی؟ چی میخواستی بشه؟ چمدون خالی رو واسه من برداشتی آوردی؟ قسم میخورم که من اونا رو گذاشتم توی چمدون و درشم قفل کردم. تو از اولم نمیخواستی این کاری بکنی. حالا داری خودتو به نفهمی میزنی. زود باش بگو بسته ها رو چیکار کردی تو؟ این چمدون همون پسره ای که با تو بوده عوض کردی. من میخوام بدونم چه رابطه ای بین تو و اونه. قیمت اونا سه برابر قیمت خونته. باور کنید من اصلا رابطه ای با اون ندارم. اصلا نمیشناسمش. بسه. نمیشه ما خودمونو معطل کنیم. تو همین الان میری هتل. یه اتاق میگیری یا همونجا میمونی. درباره اون تحقیق میکنی. ما باید بفهمیم این یارو کیه. این قضیه همین امروز باید روشن بشه. تو چی خیال میکنی؟ خیال میکنی یه اتفاق ساده است؟ تو میدونی دستگاه ما رو چی میچرخونه؟ همین پول است که ما رو حفظ میکنه. تو زحمت یه عده رو به هدر دادی. الو. سلام عرض میکنم قربان. بچه ها جریان امروز رو تعریف کردن. اگه به پلیس ارتباطی نداشته باشه چیز مهمی نیست. اجالتاً به اشخاص مطمئن جنس بدید. اما راجع به شیرین خیلی دلم میخواست میدیدمش. شنیدم زن قشنگیه. متاسفانه بهش اعتماد ندارم. ممکنه اسباب دردسر بشه. در ضمن بهش بگو شوهرش مرده و دیگه لازم نیست به آبادان برگرده. اتاق فیما رو بهش بدین و به بچه ها بگید مراقبت کنن که از منزل خارج نشه تا دربارش تصمیم بگیرم. الو منشی، فوراً به نماینده ما در اروپا تلگراف کن که محل شرکت خودش تغییر بده و اجناس تجارتی ما رو به وسیله هواپیما حمل کنه. برو هتل ببینین شخص کیه. ببین کجاها رفت آمد میکنه. به مرکز سم خبر بده که از اتومبیل فولکس واگن سفید استفاده نکنن. به هیچ وجه. مجبورم یه خبر بدی بهت بدم. شوهرت مرد. چی؟ بالاخره کشتینش؟ ببرش اتاق رو جانیا ببریدش. سلام. حالت چطوری؟ متشکرم. این چیه؟ این همونی که براش دل وحس بودی. آه. گفتم که خیالت راحت باشه. بله درسته که من مدتی از تهران دور هستم،
ولی در جنوب هم از این گرفتاری ها داشتم. تو از مامورین ورزیده ما هستی و با تجربیاتی که داری میتونی به ما کمک های موثری بکنی، مخصوصا اینکه دوره تخصص مبارزه با قاچاق هم در خارج گذروندی. اطلاعات زیادی هم داری، ولی از محیط کار و فعالیت این اداره مدتی دور بودی. امروز مسئله مبارزه با مواد مخدره یک موضوع اساسی شده. بله، منم برای همین موضوع به تهران اومدم و تحقیقات زیادی کردم. به طور کلی افرادی که در جنوب دست به سرقت و قتل و حمل مواد مخدره میزنن توسط یک باند مجهزی در تهران رهبری میشن. خب و افرادی هستن که دستورات اونها رو کورکورانه انجام میدن. مثلا همین زن آلت دست اونها شده و من اطمینان دارم که روی ناچاری این کارو میکنه. من باید ریشه اصلی این باند رو پیدا بکنم و به کمک تو هم احتیاج دارم. البته ما اشخاصی رو میشناسیم که در حمل مواد مخدره سوابقی دارند، ولی برای دستگیر کردن اونا مسلماً مدرک کافی لازمه. در ضمن یه گزارشی هم از آبادان رسیده که بد نیست مطالعه کنی، ممکنه به دردت بخوره. بله، در این گزارش نوشته شده که مرد افلیجی رو در آبادان به قتل رسوندن و در نتیجه تحقیقات معلوم شده که همسر او مأمور حمل مواد مخدره به تهران بوده و به طور یقین همون خانومی که همسفر من بوده. بله، من این شخص رو قبل از حرکت دیدم. من از تو خواهش میکنم با تیمسار تماس بگیری و کسب اجازه کنی که من مدتی در تهران باشم و مأموریت خودم انجام بدم. و در ضمن میخواستم پرونده این مجرمین رو مطالعه بکنم. ممکنه الان ببینم؟ این پرونده مربوط به افراد باندیه که سوابق زیادی در قاچاق مواد مخدره دارن و همسفر شما هم از افراد همین باند بوده. این شخص تو این باند فعالیت زیادی داره. این هم مال شخصی که در آبادان کشته شده و طبق گزارش زنشو مجبور میکرده که با اونو همکاری کنه. ما همیشه سعی میکنیم این اشخاص رو در حین عمل و موقع خرید و فروش دستگیر کنیم و اینم یکی از افراد سابقه داره این بانده. اسمش هم واهیچه. مشکل اینجاست که اینا اتومبیل ها و افراد مختلفی برای این کارا دارن و دائما هم تغییر مکان میدن. راستی ببینم اتومبیل دیروزی چطور شد؟ اتومبیل از یه شرکت خارجی دزدیده بودن که ما هم تحویلشون دادیم. خب باید تو طور ترتیب کارو بدی که من از نزدیک اینها رو ببینم و باهاشون آشنا بشم. این کار دیگه با توه. برای رسیدن به نتیجه باید با یکی از اونا آشنا بشی. من خیال میکنم این شخص مناسبتر از هم است. کافه ستاره آبی مرکز افراد این بانده. ما باید با این شخص ملاقات کنیم. اینم تو جیبش بود. این واسه تو کار میکنه؟ من نمیشناسمش. چند وقت از زندان بیرون اومدی؟ داماس جناب رئیس، خدا شاهده تو جیب ما نبود. رفقا اون گذاشتن تو جیبمون.
بهشون دستمان بزنید. تو نمیتونم بیام. برم از این ور. گوش کن ببین چی میگم. تو مجبور هستی که با من بیای بریم خونه ما بازش کنیم بگن خفت میکنه. من با تو نمیام. منم نمیتونم با تو بیام. من بازش میکنم دیگه. خفت میکنه من اینجا. خب بریم دیگه حالا هرج میری. بریم. بازم که داری میری. بریم یه جا بازش کنیم دیگه. خیلی خوب بریم. بریم. سلام حالت چطوره؟ تو این بارون کجا میرفتی؟ داشتم میرفتم کمی راه دارم. خب بچه‌ها چه دارن؟ خب نیستم خوبم. از خانم چه خبر ها؟ حالا مظاهرات میاد. شما با یه شب بچه‌ها رو بردیم یه خونه ما دیگه. باید این کارو بکنیم. میشه هم باشین قربان تو. بعد نیست. خب چطور هستی؟ دلم تنگ شده بود. قربان تو. چیکار می‌خوای بکنی؟ چه می‌دونم؟ بریم دیگه. من نمی‌تونم دنبال تو بیام. چاره ای نداریم جز اینکه این دستمند رو واکنی. آخه من خسته شدم دیگه، چقدر دنبال توی بادا میبرم. من چرا که راحت میکنن؟ گفتم که دارم قیه کلک بزنی حسابتو میرسم. ما کلک تو کار نیست. خب چیکار میخوای اینجا که میبرمت خونه خودم. تا حالا هیچ خره بره اونجا نبردم. تو رو اون ناچاری اونجا میبرم. باش بریم. اما شرطش اینه که با ما کار کنی. من نمیتونم دیگه تو این بارو. من نمیخوای پول گیرت بیاد. یه بریم زودتر. تو این خونه که گفتی کجا؟ رسیدیم همون جاست دیگه. خیلی خوب بریم. ای ای نکش. این همون خونه هست که میگفتی؟ آره همونه. خیالت راحت باشه. کجا باید بریم؟ طبقه سوم. یالا بریم. برو بالا. یالا بچه‌ها زود باشید. یه چیزی بیارین این لعنتی را دست ما وا کنین. چرا وایسادین؟ شلیا نمیشه وازش کرد. اصلا میدونی که براش داشتی آورده اینجا؟ ناچار بودم. من که نمیتونستم دنبال اون برم. تازه این فضولیه به تو نایمده. کار دستمون نده. آرش کن. مثل اینکه ما یه چیزی به این آقایون بده کاریم. اگه تو بهم نچسبیده بودی مثل قرقی در رفته بودم. تو امشب ووال گردن من شدی. حالا بالاخره اگه اینا نمیتونن بازش کنن، من جاشو دارم که راحتون بکنن. نه، من نمیتونم از اینجا خارج بشم. بله بفرمایید. رئیسه، با تو کار داره. بفرمایید قربان. بله چنگیز هستم. در ضمن شنیدم امشب تو کافه زد و خورد شده. تو با یه نفر فرار کردی. اون مرد کی بوده؟ آن اگه آدم مطمئنیه مانعی نداره. جای رو بهش نشون ندید تا مطمئن بشیم کیه. حالا کجاست؟ قربان همینجاست. پسر زرنگی. بعدا عرض میکنم. از قول منم سلام برسون. بالاخره ما با هم دیگه هستیم. گوش کن. به فیما گفتم شیرین رو معتاد کنه. شما هم کمکش کنید. اطاعت قربان. سلام. توی کافه چه خبر بود؟ خیلی شلوغ بود تو کافه. پلیسا چند نفر رو گرفتن. این از اون قاچاقچی های معروفه. خیال میکنی خودتون چی کاره هستین؟ منو داره به کی معرفی میکنه؟ یه حرفا باشه برای بعد. ما میتونیم با هم کنار بیاییم. ما هممون یه چیز میخوایم، اونم پوله. بارو ببین شیرین چی کار میکنه. آوردمش. بهت ببینم ماچو. نخوابیدی؟ نه، خوابم نمیبره. خیالم ناراحته. بالاخره اینا کار خودشونو کردن و
شوهر بیچاره منو کش. ناراحت نباش، اون شوهر به درد تو نمیخورد. بیا بگیر. شیرین جون چقدر بد اخلاق شدی. بیا. این دفعه چندمیه که این حرفو میزنی، ولی من گول شماها رو نمیخورم. نمیتونید منو معتاد کنید. باز که فکرای بد کردی. راستی امشب توی کافه تیراندازی شده بود، یه پسر چارشونه رو با چنگیز گرفتن و دستبند زدن. پسره از اون قاچاقچی های معروفه. خلاصه با چنگیز فرار کردن، الانم پایین هستن. پلیسا ریختن تو کافه همه رو گرفتن، منم زود فرار کردم. به من چه مربوطه؟ نمیدونم تا کی باید تو این اتاق زندانی باشم. تقصیر خودت بود دیگه، آخه چرا چمدون رو لو دادی؟ ایرج به من گفت فرار کن، اگه چمدون دست من بود گیر میافتادم و بالاخره مجبور میشدم همه رو لو بدم. این دستور خودشون بود. حالا اقلن بگو پسره کجا رفت، چمدون کجا؟ اون به تو چی گفت؟ تو هم مثل اونا هستی، مثل همه شون. صد دفعه بهت گفتم هیچ خبری ازش ندارم. خودم هم دلم میخواد ببینمش. ببین، ممکنه تلفنو برا من بیاری اینجا؟ من میخوام یه تلفن بکنم. خیلی ازت ممنون میشم فیما. باشه، چشم. به شرط اینکه زیاد طولش ندی، کسی هم نفهمه. زود حرفاتو بزن که تلفنو ببرم. متشکرم. زود تلفنتو بزن، من تو اون اتاق منتظرتم. متشکرم. پرویز خانم هستم؟ نه یلا بلنشه، ساعت 11 است. من ساعت 11 است. خوب ساعت 11 است. مواظب به این پسر باش. بهش بگو نباید از اینجا خارج بشه تا ما بریم و برگردیم. خیلی بریم هتل ببینیم میتونیم این یارو رو پیدا کنیم یا نه. باید هر طور شده از این تاجر قلابی یه خبری به دست بیاریم. اینم جنگیز خان، دختره رو چی کارش کنم؟ مسعوده میفرستم دختره رو بیاره. خیلی خوب. مواظب اینجا باش. خیلی خوب. چه آدم خوشخوابیه، بلند شو بابا، لنگ داره. اخ تمام کت کولم درد کنه، دهنم خوش شده. یه چیزی بده بخوریم ببینیم. بیا بخور، حالت چی هم یاد انداله. سلامتی. خب ما توی این خونه موندگار شدیم، بچه هم که رفتن، جای بدی هم نیست. اینم چند تا از این خونه داریم. عرصی نگفتی که رئیستون کیه؟ من این سوالت نمیتونم جواب بدم. خب بالاخره ما هم جاز شما شدیم، باید روشن بشیم. کم کم روشن بشیم. خلاصش اینه که تمام کارا دست رئیسه. این چنگیز هم که با تو دستبند زده بودن همه کارش. ببینم این رئیس رو نباید ما ببینیمش. نه با خودم هم ندیدمش، فقط چنگیز اون دختره که تو کافه است باش رابطه دارم. خوابی چیزا شما هم مرد. نه ببینم غیر از تا کس دیگه توی خونه هست.
آره یه تیکه اون بالاست، به من گفتن مواظب ششم در نری. آره یه چیزی بخو الان برای بچه ها میان یک قماری جمع این دسیم. شما چه فرق میکنه که من چی کاره هستم؟ خواهش میکنم لباستون رو بپوشید، عجله بکنید. من میدونم که شما بیگناه هستید، به همین مناسبت بخواد به شما کمک بکنم. خواهش میکنم لباستون رو بپوشید. برای من خیلی مهم بود، من خیال میکردم به وسیله شما میتونم راه نجاتی برای خودم پیدا کنم. حتی برای شما تلفنم کردم، نمیدونستم شما برای اینا کار میکنید. نه من برای اینا کار نمیکنم. ببینید خانم، من میخوام به شما کمک کنم، مطمئن باشید. از اولم به من دروغ میگفتید. خیلی متاسفم که نمیتونم توضیح زیادی بدم. همینقدر بدونید که من از طرف پلیس ماموریتی دارم که باید انجام بدم و به کمک شما احتیاج دارم. نمیفهمم. من میدونم که شما بیگناه هستید، من پرونده شما رو مطالعه کردم. ولی من میتونم به شما اطمینان بکنم. البته که میتونید اطمینان کنید، قول میدم. ما وقت زیادی نداریم، شما به من بگید رئیس این باند کیه و خونش کجاست. من رابطه‌ای با رئیس ندارم، فقط میدونم که این دختر آدرس همه‌شون رو بلده. معمولاً اینا کجا جمع میشن؟ نمیدونم. و این اتاقم که الان ما هستیم مال فیماست. ضمناً اینم میدونم که لابراتوار این باند زیر همین ساختمانه و همونجاست که آشغالا رو قاطی هم میکنن و به مردم بدبخت میفروشن. از اطلاعاتی که به من دادید خیلی متشکرم خانم. حالا بهتره که بریم پایین منتظر اینا باشیم. خواهش میکنم به دستورات من رفتار کنید، مطمئن باشید به نفع هر دوی ماست. بریم. این دختره کجا رفت؟ آها این دختره که اون بالا بود کجا رفت؟ من چه میدونم کجا رفتش، بیرون لازم. فیروز با تو حالش که حالش خوب نیست. مگه کری گفتم این دختره کجا رفت؟ رفتش بیرون، من دیدم رفت؟ بیارزه ها. قربان این دختره فرار کرده. فیروز این پسرم اینقدر مشروب خوردن که هیچ چی نمیفهمن. میفرمایید چیکار کنم؟ چشم، همینجا میمونم. از جا حرکت نکن و الا مغزت را خون میکنم. دستو بکش. من باید به پلیس تلفن کنم. آره زود باش. ما باید هر چه زودتر از اینجا بریم. روازات توی من الان تو خیابون ناهید هستم. اینجا یک امارات شیش طبقه است، زیرش هم یک گاراژ بزرگی. دو نفر اینجا هستن که باید دستگیرشون بکنی. لابراتوارم زیر همین امارته. هر چه زودتر ماموریتون بفرست بیان اینجا. دود باش. بسیار خوب، آمدم. الو هتل مرمر، پرویز خان هستم. نه خیر، تشریف ندارم. ببخشید. این دختر فرار کرده رفته هتل، حتما با این تاجر قلابی روابطی داره و برای علیه ما فعالیت میکنه. من فردا صبح باید برم اروپا، میخوام این جریان همین امشب روشن بشه. حالا میری هتل که اونجا بود، زود برش میداری میانش اینجا.
مایک، تو هم باش برو که تنها نباشه. بسیار خوب. بالاخره چی کار میخوای بکنی؟ من از روی اون نشونی که به من دادی میرم خونه رئیس رو پیدا میکنم. من مطمئن نیستم که حتما اونجا خونه رئیس باشه، فقط همینو میدونم که فیما اونجا رفت آمد میکنه و خونه رئیس رو بلده. به هر حال من مجبورم که زودتر برم. تو همینجا باش، اگر اتفاقی افتاد فورا به این شماره تلفن کن. من خیلی میترسم، دلم نمیخواد تو از پیشم بری. نه ترس، خیالت راحت باشه، منم دلم میخواد پیش تو باشم، اما باید وظیفه خودم انجام بدم. خداحافظ. موفق باشی. برو استراحت بکن، بی خودم ناراحت نباش. پیش خدمت رو میفرستم بیاد اینا رو جمع بکنه. متشکرم. بیا این طرف. بلم کن. صدات در نیاد. بریم پیش رئیس. از جون من چی میخوای؟ من نمیخوام با شما بیام. اگه اصرار کنید فریاد میکشم. بلم کن. میخوای مقاومت کنی؟ با یه گوله راحتت میکنم. میفهمی چی میگم؟ پالتوتو بپوش زود. یلا ربیا. یلا. صلات در اینه که صدات در نیاد. بیا جلو. بیا جلو. یلا بالاخره مجبورتون میکنیم به ما بگین که رئیستون کیه. قصتشو نخوریم، تا صبح وقت داریم. لابراتواری که تو این خونه است برای محکومیت شماها کافیه. دیگه هیچ راه نجاتی براتون نمونده. بقیه رفقاتون هم کم کم میان. آزاد کجاست؟ پایین تو لابراتواره. چیزی نگفتن؟ هنوز که نه. حق داره، اینا نمیدونن. باید منتظر دختره باشیم که بیاد خونه رئیس رو پیدا بکنیم. اومدش، در رو باز کن. رابطه ای داری؟ چرا رفته بودی هتل؟ زود به شما بده. یالا بچه ها مجبورش کنین حرف بزنه. من باید هر چه زودتر حرکت کنم. من هیچی نمیدونم، هر کاری میخواییم بکنی. الان حرف زدن یادش میده. حرف بزن. بلم کنین فتحید داتو. Thank you.
بهتره که حرف بزنی. من هیچ اطلاعی ندارم. حرف بزن و الا مجبور میشم که سلام عرض میکنم آقایون. دست نگهدار، با حکمت میخوام توی خونه تیر اندازی بشه. منو ببخشید از اینکه بدون اجازه وارد شدم. خواهش میکنم از جاتون حرکت نکنید. خب همه دوستان جمع هستن. معذرت میخوام از اینکه مزاحم شدم. خانم میبینید که چه بچه های ساکتی هستن؟ چرا حرف نمیزنید آقای چنگیز خان؟ او ببخشید، مثل اینکه آقای رئیس هستن. خیلی از ملاقاتتون خوشحالم. حرکت نکن. من دلم میخواد بیشتر با آقایون آشنا بشم. منو به آقای رئیس معرفی کنید. تو تکون بخورین میکشمتون. چی شده؟ قربان، پلیس همه جا رو محاصره کرده. بهتر از راه پشت بوم. بسیار خوب. نباید کسی از مسافرت من مطلع بشه و تا مراجعتم تو کارها رو رسیدگی میکنی. چشم قربان. دلار و حوالایی هم که خواسته بودین توی کیف گذاشتم. بسیار خوب. زودتر برو کلک این پسر رو بکن. اطاعت میشه. بهشون دستبند بزنید. اسلحه هاشون رو بگیرید. برید بیرون. پس رئیسشون کن. رفته فرودگاه. از کجا فهمیدی؟ از خودشون شنیدم. خیلی خوب، بریم زودتر باید بریم فرودگاه. برو. پشت بندش فرار میکرد، دستگیرش کردی. آقای چنگیز خان همه کاره باند. یالا خواهش میکنم دستور بدید هواپیمایی که همین حالا روی باند پرواز کرد به فرودگاه مراجعه بکنه.
متاسفانه من نمیتونم این کارو بکنم چون مقررات اجازه نمیده. من از طرف پلیس و مقامات بین المللی اجازه دارم. هواپیما باید مراجعت بکنه. این هواپیما در آسمان کشور ماست. من مطمئنا قبول میکنه. من با شرکت هواپیمایی هم تماس گرفتم. برای شما مسئولیتی نداره. بسیار خوب، من مخابره میکنم. 902 مرباد اپروچ دیورید پاکستان 702 مرباد. اطلاع توجه کنید، هواپیمای پاکستانی مراجعت خواهد کرد. پاکستان 702 مرباد اپروچ، راجر، یو آر ریکوستد بای پولیس اتوریتی تو ریترن بک تو مرباد. پاکستان 702 مرباد اپروچ، راجر، یو آر ریکوستد بای پولیس اتوریتی تو ریترن بک تو مرباد. مینتینینگ فلایت لول 120. پاکستان 702 مرباد اپروچ، راجر، یو آر کلیر فور های لول اپروچ، کپی یور لندینگ اینستراکشن. مرباد اپروچ، پاکستان 702، راجر، ریترنینگ بک، فلایت لول 120 مینتینینگ. مرباد اپروچ، پاکستان 702، راجر، ریترنینگ بک. پاکستان 702 مرباد، راجر، اینسایت، وین کام، یو آر کلیر تو لند. شما رو با همین ظاهر آراسته تحویل قانون میدیم. حقیقت و عدالت چهره کثیف و باطن آلوده شما رو به مردم نشون خواهد داد. خب آقای آزاد، ماموریت من دیگه تموم شد. ایشون رو میبرید تحویل میدید. بسیار خوب. این خانم هم هستن، من بعدم به خودم میارم. خواهش میکنم. متشکرم. خانم، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. شما از نظر پلیس متهم هستید، ولی از نظر من بیگناهید. برای اینکه این موضوع ثابت بشه باید تحت نظر باشی. من به قانون و شما احترام میذارم و خیلی خوشحالم که شما میدونید من بیگناهم. بنابراین من شما رو برای تمام مدت عمر توقیف میکنم. شما محکوم به زندگی با من هستید. امیدوارم اینو به عنوان حلقه ازدواج از من قبول کنید.